الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد، بر تن مرده و بی جان زمین جان آمد. از زمین نور به بالا رود امشب، زیرا نور خورشید امامت همه تابان آمد. می کند مرغ سحر زمزمه بر شاخه گل، که ز نرگس ثمر پاک به دوران آمد. وارث تاج نبی اوست که با دعوت حق بهر افراشتن پرچم قرآن آمد. شه سواری است که با سولت و بازوی علی از پی کشتن کفار به میدان آمد. مظهر صلح حسن اوست که با حلم حسن پی آرامش دلهای پریشان آمد. آن که اندر رگ او خون حسین ابن علی است، پی خونخواهی سالار شهیدان آمد. در ره زهد و عبادت چو علی ابن حسین، سوی حق قافله را سلسله جنبان آمد. علم باقر همه در اوست که با مشعل علم رهبر جامعه بی سر و سامان آمد. تاز ناپاک کند مذهب صادق را پاک، مظهر راستی و پاکی و ایمان آمد. همچو کاظم که بود قبله به حاجات مراد، دردمندان جهان را پی درمان آمد. چون رضا تا که بود بحر به دریای علوم، وارث افسر سلطان خراسان آمد. او سرچشمه تقوا و فضیلت چو جواد، منبع فیض جوان مردی و احسان آمد. هادی وادی حق که از پی ارشاد بشر با چراغ خرد و دانش و عرفان آمد. یادگار حسن عسکری پاک سرشت که جهان را کند از عدل گلستان آمد. السلام علیک یا ابا صالح المهدی. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی. خوشحالیم که توفیق حاضر شد تا در این شب بزرگ در خدمت شما عزیزان باشیم و تبریک میگم خدمت یکایک شما بینندگان محترم سال روز ولادت قطب عالم امکان حضرت صاحب العصر و زمان علیه الصلاه و السلام را، و امید داریم که خداوند متعال نام ما و شما را در زمره محبین واقعی حضرتش انشاءالله قرار دهد. و اما یک سلام دیگه میگم خدمت و بینندگان عزیزی که در این شب به خصوص منتظر شنیدن جوابهای سوالاتشان بودن، سوالاتی که به نمبر مثبت 964-780-255-40-13 پل ارتباطی ما به شما رایی کردن. و چون امشب برنامه احکام داشتیم، ولی به مناسبت شب بزرگی که در او قرار گرفتیم، درخواست کردیم از استاد محترمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رضوی که قدم رنجه فرمودن، و انشاءالله برنامه ویژه‌ای را تقدیم نگاه شما خوبان خواهیم کرد به عنوان امام زمان علیه السلام در کلام امیر بیان. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. امیدوارم انشاءالله طلوع نور خورشید منور امامت حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای شما و همه بینندگان عزیز میمون و مبارک باشه انشاءالله. بسیار عالی استاد محترم، بحثی که انتخاب کردیم تا در خدمتان باشیم و انشاءالله از محضرتان کسب فیض کنیم، از
خب نام برنامه مشخص است، امام زمان علیه السلام در کلام امیر بیان. اگر اجازه باشه ما تلیه صحبت با یک سوال شروع کنیم که بحث ظهور خب در خیلی از ادیان آمده، نام برده شده و همچنین ما هم قائل هستیم به ظهور، ولی ای که چطور میشه بعد از 1100 اندی سال که تقریبا عقیده ها کم کم یا سست میشه یا از بین میره، چطور میشه این مطلب و این حتمی بودن را ما بتونیم اثبات کنیم؟ به هر حال از بیان امیر المؤمنین علیه السلام اگر باشه که بهتر در نهج البلاغه وارد شده باشه که این حتمی بودن بعد از گذشت این همه سال آیا قابل اثبات است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله. مسئله حتمی بودن ظهور یکی از نوامیس الهی و قانون است که خداوند متعال اینا برای تکامل موجودات و برای حفظ حیات مادی و معنوی مخلوقات لازم و ضروری دانسته. لذا ما میبینیم در آیات عظیم الشأن الهی راجع به قضیه اشاره شده، ولی چون موضوع ما عرضه مطالب در کلام امیر بیان به تعبیر شما حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه هست، ما راجع به فرمایش شما که حتمی بودن ظهور باشه تکه کلام را چون وقت ما محدود است از حضرت علی علیه السلام عرض میکنیم و این میرسانه که حضرت از اون زمان، حالا این یک چیزی طبیعیه که در طول زمان همونطوری که گفتید بیان شده، اما حضرت به عنوان یکی از پیشگویی های خودش آمده این حقیقت را بازگو کرده. آقای کمیل ابن زیاد یکی از اصحاب اسرار حضرت علی علیه السلام از حضرت تعداد از اصحابش را که اینها واقعا حافظ سر امامت بود و حافظ سر سینه علی علیه السلام گاهی در یک جایی میکشید با خودش میبرد یک جایی، چون اینا ظرفیت و تحمل این را داشتن که کلام علی را بپذیرن و در سینه خودشان به عنوان یک راز حفظ کنم. از جمله اینها کمیل ابن زیاد است. کمیل میگه حضرت به من گفت یا کمیل ابن زیاد، آقای کمیل بیا بریم یک جایی. بعد میگه دست مرا گرفت، دست مرا گرفت و اخرجنی الی جبان، مرا بیرون کشید. از شهر رفتیم داخل صحرا یا بیابانی، تعبیر بعضی هست که گفتن بالاخره ما را به یک قبرستانی هست قبرستان گذر کردیم، در یک صحرایی رسیدیم و یک قبرستانی رفتیم که از اونجا تیر شدیم به تعبیر قبرستان کوفه، حالا کنار قبرستان کوفه. بعد میگه وقتی اونجا رسیدیم حضرت تنفس از سعدا، یک نفس خیلی عجیبی کشید حضرت، آه پردردی از دلش برآمد. بعد من گفت این هذه القلوب، اینه به عنوان مقدمه حضرت ذکر میکنه، میگه ببین کمیل شما حافظ سر ما میتونی باشی، بله من چیزی را که میگم برایت اینه در ذهنت بسپار و حفظش بکن. بله این هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها، این دلهای آدمی مثل ظرف میمونه. صحیح. بهترین ظرف اونیه که بالاخره اون محتویات خودش رو حفظ کنه. لذا منظورش اینه که من چیزایی را که میگم به عنوان سر در ذهنت باشه و این رو حفظ کن، چون هر کس در او زمان نمیتونسته تحمل این مطلب را نداشت که حضرت اون رازهای عجیب و غریب را برایش بگه. خب مردم بالاخره در حالت بدوی و بعد از تقارن زمان جاهلیت به سر می بود، درک و سطح معرفت نرسیده بودن، سطح معرفتشان بسیار پایین بود. بعد حضرت فرمودن، بعد از یک تکه کلامی به کمیل فرمودن اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم
لله بحجت. هیچگاه زمین، ببینید ما که میخواییم حتمیت ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را از کلام علی علیه السلام بیان کنیم، حضرت نه تنها در آینده بلکه میگه این یک به عنوان همونطور که ذکر کردیم به عنوان یک قانون الهی است که خدا زمین را از حجت خودش خالی نگذاره. حالا حجت یا به عنوان پیغمبر بوده در زمانهای پیشین، بله، یا به عنوان امام است در زمانهای پسین، از زمانی که حضرت ختم نبوت از دنیا رفتن و وفات کردن، خب قائم مقام اینها، جانشین اینها ائمه طاهرین علیهم السلام هست. ائمه یا ظاهر بودن، خب حضرت علی تا زمان غیبت، بعد زمان امام زمان در طول غیبت تا حالا و تا زمانی که خداوند متعال بخواهد، امام باید وجود داشته باشه، چون حضرت می‌فرماید خدایا هیچگاه زمین را از حجت خودش خالی نگذار. منتها بعد میگه اما ظاهرا مشهورا، این حجتی که باید حتما باشه یا ظاهر است و همه میفهمن، همه میشناسن، امام علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین یا سایر ائمه، یا خائفا مغمورا، یا امام و حجت الهی به صورت پوشیده و بقدر نشناخته هست، مردم اسم از او میبرن اما وجودش را حس نمیکنن، در حالی که فیض کامل او برای همه موجودات موجوده. خب ما در احادیث زیادی داریم حضرت امام صادق علیه السلام یا حتی حضرت علی پیغمبر در زبان اینها آمد که خدایا هیچگاه این زمین از حجت الهی خالی نباشه و الا لساخت الارض به اهلها، اگر حجت الهی نباشه زمین اهلش را فرو میبره، چون فیض از زمین قطع میشه. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. اشاره میفرمایید که به زمان میان برنامه رسیدیم، به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود و ادامه مطالب استاد محترم. همراه ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ای سراب از قدمت آینه پنهان کرده، گیسویت زمزمه رود پریشان کرده، ای تلنگر زده بر نبض مناجات همه، لال از مدح تو خم یازه گنگ کلمه، یوسف حزن با پیراهن تو دوختند، ناز را سینه با سینه با تو آموختند، در دل شب برس از راه قمر پاشی کن، روی بوم دل ما عاطفه نقاشی کن، ما پروبال نداریم ولی بامت هست، نیستی نیستی اما همه جا نامت هست، مطلع فجر به سر آمده بیدارم کن، سخت آماده شدم سخت گرفتارم کن، همه را با خبر از آمدنت کن برگرد، جامعه آمدنت را به تنت کن برگرد، به تماشای تو ما باغچه را گل کردیم، گفته بودند می آیی تحمل کردیم،
ای که از کوچه پاییزی ما با خبری، ما کجا گل بفروشیم که از ما بخری؟ نامه دادیم گرفتیم ولی نیست حبیب، ای غریب ابن غریب ابن غریب. راهمان گم شده، دیباچه نور تو کجاست؟ بنشینیم کجا؟ راه عبور تو کجاست؟ جمعه هایی که نبودید به تفریح زدید، ما فقط در غم هجران تو تسبیح زدید. خشک سالیم کویریم، تو ای رود بیا، شیعه مظلوم تر از قبل شده، زود بیا یا ابن الحسن. اللهم عجل لولی کن فرج. و صبح اذا تنفس ای نور سلام، معنای قشنگ وتر موتور سلام. ای آیه تطهیر دلم مهدی جان، قربان نگاه پاکت از دور سلام. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه امام زمان علیه السلام در کلام امیر بیان در خدمت شما عزیزان هستیم. استاد، در قسمت اول برنامه در مورد اشاره فرمودید که حتمی بودن ظهور و اینکه زمین نباید از حجت خدا خالی باشد. شاید یه سوال به ذهن بینندگان عزیزمان برسه که خب در این به هر حال شرایطی که ما قرار گرفتیم با این همه امکانات و سطح رشد فکری، خب چه نیازی هستش که امام باید حتما وجود داشته باشه؟ بشری که شاید به ادعای خودش خیر و صلاح خودش هم میفهمه، آیا لزوم وجود امام در هر زمان اشاره اگر از نهج البلاغه بفرمایید انشاءالله باز در ادامه مطرح کنم. بله، همونطوری که ما در قسمت اول برنامه عرض کردیم، حضرت علی علیه السلام راجع به مسئله حتمی بودن ظهور کمیل رو سفارش کردن که بیا بریم بیرون. بعد که اینا رفتن اونجا خصوصیات رو بیان کرد که بالاخره باید حتما زمین یک حجتی از طرف خدا داشته باشه و اگر اینطوری نباشه واقعا فیض الهی از زمین قطع میشه، ظلم در زمین فراوان میشه، بالاخره موانع کمال و سعادت انسان ها بروز پیدا میکنه، ظاهر میشه. اگر امام باشه، حالا یا در ظاهر خوب همه میبینه یا در باطن پشت پرده های ابر، اونطوری که در بعضی روایات هست که مواس خورشید چطور استفاده میکنیم، بله، اون نور خورشید بالاخره میکروب کشی خورشید و از سایر صفاتی که داره، خصوصیاتی که داره، همه اینها قابل استفاده است، ولو خود خورشید پشت ابر پنهان باشه. حضرت امام زمان اثرات و فیضش میرسه، فیضش برای زمین میرسه. اگر نباشه خب لساخت الارض به اهلها، زمین فانی میشه. و واقعا هم همینطوریه. ببینید شما مثلا فرض کنید، چون امام کمال رساننده فیض الهی برای بشر و برای مخلوقاتشه، اگر خورشید را شما فرض کنید نباشه، زمین چطور بالاخره هلاک میشه، نابود میشه؟ بله. اگر امام هم نباشه به همی کیفیت است. پس بنابراین امام باید باشه. و ای که حتما یک زمان اگر باطنش پشت پرده های غیبت بود و ظاهر نبود باید ظاهر شود، حضرت اینا به کمیل همینطوری بیان کردن که بالاخره یک زمان میرسه که این حجت الهی که لزوم وجودش حتمی هست، بله، اگر در باطن باشه و ظاهر نباشه، در پشت پرده غیبت باشه، این حضرت بیرون میایه و حتما طلوع میکنه و مردم از فیض وجودش در ظاهر هم استفاده میکنه. این زمان قطعا میرسه. لذا حضرت بعد از اینکه اسرار را به کمیل عرضه کرد، میگه خودش یک آه کشید، آه جگرسوز علی علیه السلام. بعد در ادامه کمیل میگه
حضرت فرمودن خدایا من چقدر علاقه دارم، چقدر شوق دارم که محضر ای امام برسم. حضرت علی علیه السلام آرزو میکنه که محضر او امام که غائب بوده و ظاهر شده برسه، تعبیر داره شوقن الی رؤیته، خیلی علاقه دارم که این امام را ببینم. لذا این حتمی بودن ظهور امام را که حتی علی علیه السلام آرزو میکنه به محضرش برسه میرسونه. در بعضی از کلام های دیگه بسید دیده میشه که روایت از وجود مقدس امام صادق علیه السلام است که لو ادرکتهم لخدمت ایام حیاتی. بله، همینطوری تقریبا همین تعبیر را حضرت علی علیه السلام با یک بیان بسیار زیباتری داره. میگه ببینید علی شوق داره محضر این امام که ظاهر شوه برسه، با این که خودش حجت خداست، وصی بر حق پیغمبر و زوج بطول از راست، اما با اون کمال، با اون فضائل، با اون صفاتی که علی داره آرزو میکنه که من خیلی اشتیاق دارم محضر این امام برسون. پس ما یک نوید میتونیم به بینندگان عزیزی به او دست از بزرگوارانی که در این شب و روزها دیگه واقعا تلاش میکنند و هرچی که دارن از زمان و از پیسه و از وقت و هرچی دارن خرج میکنند که یک کمی برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام کار کنند، چرا که گفت خادم مهدی شدن فخر امام صادق است، هر که غیر از این عقیده دارد و نالایق است. استاد، در بیان علت حرکت و قیام حضرت مهدی علیه السلام ای که خب چی میشه که به منصه ظهور میرسه قیام حضرت، چه علت هایی آیا در نهج البلاغه اشارات شده؟ بله قطعا همینطوریه. ببین علت ظهور رو ما وقتی بررسی میکنیم در نهج البلاغه قسمت های خیلی زیادی به این مطلب اشاره داره. زمان حضور همینطوریه، خصوصیات زمان حضور را حضرت بیان میکنه، علت این که چرا امام باید ظاهر شود را بیان میکنه. در خطبه 138 حضرت میفرماید وقتی ما زمان ظهور را در نظر میگیریم اقتضای اون زمان اینه که یک حجت الهی در ظاهر پیدا شود و اون نیازهای ضروری انسان را جوابگو باشه، به خاطر اینکه زمان میرسه که زمان واقعا فساد درش رسوخ میکنه، پیدا میشه. بالاخره زمین از اون حالتی که باید داشته باشه خارج میشه، انسانها از اون حالت معنوی که باید داشته باشه، گرایش های دینی که باید داشته باشه، اخلاق و انسانیت و شرافتی که داشته باشه رو به افول میره. بله. در این زمان لازمه که یک حجت الهی پیدا شوه و دوباره اون حالت را که دین مطلوب میدانه، اون کیفیت را که دین مطلوب میدانه و نیاز فطری بشر هست اونا را برای انسان ها بیاید چکار کنه، بازگو کنه و زنده کنه. لذا در خطبه 138 میخوانیم حضرت زمان ظهورش حالت است که یعطف الهوا علی الهدا، هوای نفس، هواهای غیر الهی، غیر واقعی، هواهای خواسته به تعبیر خواسته های غیر انسانی حتی اونجا به اوج خود میرسه. عجب. وقتی به این کیفیت میرسه هوای نفس بر هدایت، هدایت یعنی راستی، یعنی درستی، یعنی صداقت، یعنی پاکی، یعنی دیانت، او چیزی را که دین برای انسان عرضه میکنه خب برای هدایت انسان، همه اینها به افول میره متاسفانه. در زمانی که یعطف الهوا علی الهدا، هواهای نفسانی هدایت را میپوشونه یا تعبیر دیگر دنبال و دنبال هدایت نیستن. بله، انسانها مسیر هدایت را گم میکنن به تعبیری. در اونجاست که حضرت ظهور میکنه، اذا عطف الهدا علی الهوا، زمانی که هدا بر هوای نفس بالاخره لازم است حکومت کنه، امام زمان در اونجا بالاخره ظهور میکنه و این علت هم کاملا مشخص میکنه، علت را کاملا برای ما میفهمانه. یعنی
نیاز فطری بشر اینه که امام بیاد این حالت هواپرستی را از بین ببره و زائلش کنه و در حقیقت اون دیانت واقعی را برای انسانها بازگو کنه، که حالا ما متاسفانه می‌بینیم دیگر زمان آخر زمان انشاءالله ما منتظر ظهور آقا باشیم. انشاءالله. تقریبا اخلاق، خصوصیات، رفتار انسانها، کارهای انسانها، کردار انسانها به همه حالت دیگه الان رسیده. ما می‌بینیم صداقت کمسو شده متاسفانه. بله. راستی در بین مردم کمسو شده. اخلاق، انسانیت و شرافت واقعا خیلی کم پیدا شده. بله. نمیگیم نیست. نمیگیم انسان‌های خوب نیست، هست. اما وقتی جو عمومی جامعه را ما می‌بینیم، جامعه اسلامی دیده نمی‌شن. دیده نمی‌شه متاسفانه. یعنی الان نیاز هست که یک نفر بیاید با اون نیروی خدادادی، با اون قدرتی که ماورایی هست، حالا ما نمیگیم حتما همه چیزها باید ماورایی باشه، ولی حضرت امام زمان مؤید به تأییدات الهی و با نیروهایی است که الهی خداوند در دستش گذاشته و در قدرتش گذاشته، با اون نیرو به این حالت را دوباره برگردانه، با اون انعطافی که در زمان پیغمبر و به عنوان یک مدینه فاضله در انتظار انسان هاست و انسان ها در انتظار اون مدینه فاضله. صد میشه گفت که این نیروها در خدمت بقیه حجت های الهی و بقیه ائمه کرام هم بوده، ولی اینها یا موظف به استفاده اون نبودن یا استفاده نکردن، یعنی فقط منحصر هست در وجود مقدس حضرت. یعنی نیروهای ماورایی؟ بله. بله، در اختیار همه ائمه بودن. معجزات ائمه یکی از نیروهای ماوراییه، منتها زبانش، مکانش، خصوصیاتش کاملا متفاوت است. مثلا حضرت علی در زمان خودش از چه چیزی باید استفاده کنه و نیاز پاسخهای او زمان چه چیز علی در اختیار خودش داره. حالا درسته که بالاخره در مقابل این نیروها بر اساس اون حالت قانونی که جریان داره، به تعبیر دیگر عالم اسباب را خداوند هیچگاه از کار نمیندازه. صحیح. در برابر این نیروها یا در برابر وجود شریف حضرت ائمه، خب فساد هست، انسان های مفسدم هست. علی با اون خصوصیاتش در برابرش خوارج در همون زمان بوده، ناقصین، قاسطین و مارقین قرار دارد. ببینید حضرت علی علیه السلام نمیخوای از اون ماورا، نیروی ماورایی خودش در تمام جهات زندگی خودش استفاده کنه برای گسترش بالاخره اخلاق، انسانیت، شرافت، دین، معنویت، از اون نیروی ماورایی استفاده کنه. همانطوری که ما در مورد حضرت امام حسین میخوانیم در روز عاشورا، تعداد از نیروهای ماورایی آمد به کمک حضرت، اما حضرت فرمودن که من از این جریان استفاده نمیکنم. در برابر من دشمن قرار داره، من با دشمن وقتی جنگ میکنم با همین نیرویی که در توانم هست، نیروی فیزیکی و ظاهری که دارم مبارزه میکنم. نمیخوایم از فرشته استفاده کنیم، نمیخوایم از اجنه استفاده کنیم، نمیخوایم از ملائک استفاده کنیم. خب در هر عصر هم اینطوری بوده، اما در مواردی که لازم بوده از اون نیروهای ماورایی به عنوان معجزه، به عنوان یک کار خارق العاده استفاده شده. اما ائمه ملزم نیست همیشه در جریان کار، همونطور که خداوند نمیتونی، خداوند متعال زمین و آسمان در اختیارشه، قدرتش، قدرت مافوق همه چیز در عالم وجود است. بله. اما اگر قرار باشه از او قدرت در همه موارد استفاده کنه، خب این عالم اسباب چی میشه؟ پس بنابراین بله. خلقت شما خلقت ناقص بوده، این رو میخوای تکمیلش کنی با یک نیروی ماورایی. صحیح. ائمه شکی نیست در این جهت به همه کیفیت هست و خواهد بود. بسیار استاد، حالا تقریبا دقایق پایانی قسمت دوم برنامه است. اینطور که اشاره فرمودین در لسان نهج البلاغه، خب خیلی خوب از علت قیام حضرتی رو فرمودن، ولی بعضی ها این برداشت دارن که حضرت بیه دیگه هم شروع میکنه در قلقم کردن، و خب شاید اعمال خودش هم که اگه نگاه میکنه میگه خب یکی از اون نفرها هم شاید من باشم، و این شاید اگه احتمال باشه که از صمیم قلب او درخواست نداشته باشه. اصلا هم چیزی نیست، ما در روایت نداریم حضرت آمد همه رو سر میبره. حضرت وقتی میایه برای گسترش عدالت میایه. حضرت وقتی میایه بالاخره میخواد این جهان مرده را از معنویت
بهاریش کنه. این گلهای پژمرده شده از انسانیت را شکوفایش کنه، زنده کنه. لذا ببینید در زمان ظهور یکی از خصوصیاتش اینه که میگه وقت حضرت ظهور میکنه که برای عدالت هست، تخرج له الارض افالیز کبده ها، برای اینکه حضرت نیرویش حفظ شود، حکومتش حفظ شود و دستش باز باشه برای گسترش عدالت، زمین اون افالیز کبده ها را، یعنی هرچی در درونش هست نداره. اون نیروهای باطنی، طلا، نقره، معادن را در اختیار حضرت قرار مده. خب اگر حضرت قرار باشه که همه رو بکشه، خب طلا و نقره رو میخواهی چی کار کنه؟ بله. و نعوذ بالله از این اصلا فکر. بله. طرز فکر. متاسفانه خب کار دستهای پشت پرده هستش که ذهنیت میخوان القا کنن بین مردم، بین جامعه ظهور، که یک خورده ای به هر حال کم رنگتر شود. تشکر میکنم استاد محترم و همچنین از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان هستید. میبینیم میان برنامه ای را وقتی داشته باشیم، بعد انشالله با قسمت نهایی برنامه در خدمت شما هستیم. دوش نبی و قامت قرار منتظر، اینک پای ظهور تو در یثرب و نجف، شیر خدا و سید ابرار منتظر، اجداد بی مزار تو در جنت البقیع، آنچار قبر خاکی با انظار منتظر. یا صاحب الزمان، مادر در انتظار پسر بیشتر بود، زهرا میان آن در و دیوار منتظر، سلطان عشق رهبر یازادگان حسین، با عاشقان و یاور و انصار منتظر، در گلستان کرب و بلا با شهید عشق، افتاد و یک شهید فداکار منتظر. تا نیایی گره از کار بشر وانه شود، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری. قسمت سوم برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع امام زمان علیه السلام در کلام امیر بیان. استاد محترم، شاید یگان وقت دیده میشه اگر کسی او اشتیاق درونی را نداره یا کمتر است، به خاطر است که نمیفهمه که وقتی که حضرت تشریف فرما شوند و ظهور محقق شوه چه شرایطی به وجود میایه. اگر برای ما و بینندگانمان از شرایط و زمان ظهور مطالبی را بفرمایید که ممنون میشیم. نکته های زیبایی در روایات و عبارات ائمه، مخصوصا در نهج البلاغه راجع به این قضیه هست که خصوصیات زمان ظهور را بیان میکنه من. و خیلی زیبا اینا را بیان کرده. مثلا یکی از نکته هایی که گفتیم همینه که وقتی حضرت ظهور میکنه در زمانش، یکی از خصوصیاتش اینه که انسان در رفاه قرار میگیره. در رفاه. چرا در رفاه قرار میگیره؟ به خاطر این خب یکی از اصول رسیدن انسان به رفاه اینه که از بتونه از اون منابع طبیعی استفاده کنه. و در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، این امکان برای انسان به وجود میاد که بتونه از معادن، از اونچه که زمین در خودش نهفته داره، خب بهره برداری صحیح کنه و این نیرو به طریق توازن در اختیار بشر قرار بگیره. یعنی من بتونم از اینا استفاده کنم، شما هم بتونید استفاده کنید و هر فردی که در زیر لوای پرچم مهدویت قرار داره در زمان حکومت عادلانه حضرت مهدی، از این منبع استفاده کنم. خب یکی از خصوصیات زمان ظهور است. الان یکی از محرومیت های انسان های اینه که خب بالاخره همه به منابع طبیعی، اون چی که در زمین خدا در اختیار انسان قرار داده، خب نمیرسه. کو معدن در دست ما، شما کجایش میرسه؟ نه معدن طلای میرسه، نه نقره میرسه، نه
اون عتیقجات گرانبها در اختیار ما، بالاخره نگین های مثلا فرض کن سنگ های گرانبها و امثال اینها. اما در اون زمان چون زمین به توسط نیروی الهی اون داشته های خودش رو در معرض دید حضرت صاحب زمان و در اختیار او قرار میده، انسان ها هم میتونه به طور مساوی چون حکومت عادلانه است استفاده کنه، خب انسان ها در رفاه میرسه. بعد داره روایت و تلقی الیه سلمن مقالیدها، در خطبه 138 حضرت میفرماید در زمان ظهور حضرت مهدی کلید گنجینه ها را خداوند متعال زمین در اختیار حضرت مهدی قرار میده. خب یکی از خصوصیاتی که در زمان ظهور قرار میگیره و قرار داره. حضرت میفرماید فیوریکم کیف عدل السیره، وقتی حضرت مهدی ظهور میکنه به شما نشان میده که چطور سیره پیغمبر، سیره ائمه، سیره صالحان متحول شده. حضرت اینه برمیگردن به سیره صالحان و یحیی میت الکتاب و سنه. حضرت میفرماید وقتی امام مهدی ظهور میکنه اون سنت هایی را که باید ظهور میکرد، باید پیاده میشد، باید مردم از او استفاده میکرد، اینها را همه را زنده میکنه از کتاب و سنت، از قرآن عظیم الشان و سیره رسول الله صلی الله علیه و آله. اینجا انشالله که مطلب ما خارج نشه، شاید بعضی ها خب در معنای واژه و کلمه سیره میگه خب سبک زندگی و روش، شاید بعضی ها سال بزن چون بیایی که خب حال در این قرن و در این زمان و در این شرایط چطور سیره و او روش زندگی که در او سالهای گذشته بوده آیا کارایی میتونه داشته باشه؟ به حال شاید یه سوال به ذهن ازم خطور کنه. خدمتتون عرض کنم که این سوال اصلا سوال درستی نیست. بله. وقتی ما میگیم پیغمبر اسلام خاتم النبیین هست، یعنی ختم کننده همه دین ها، وقتی پیغمبر خاتم النبیین هست معنایش اینه که این شریعت تا قیامت وجود داره و باید استمرار پیدا کند. صحیح. و اون چی که در این شریعت آمده او چیزیه که خداوند متعال به عنوان نیاز انسان اون را فرستاده. درسته که مربوط به زمان خاصی نمیشه، زمان خاصی نداره، تکامل یافته هم است. ببینید مثلا مثال میزنم خدمت شما، رشوه خوری در زمان پیغمبر کاری خوبی بوده؟ نه، خوب نبوده. در زمان آدم کار خوبی بوده؟ قطعا نبوده. کار بدی بوده. الان چی؟ بله، کار بدی. تا زمانی که قیام قیامت حاصل میشه و پیش میایه رشوه خوری کار بد است. صحیح. این یک اصل مسلم دینی یا ربا. یا چیزی بوده که امیر رشوه خوری و ربا در زمان حضور مقدس پیامبر خب بسیار کم شده بود، ولی خب الان با زیاد شده دیگه. یکی میگه سیره بر میگرده به همون زمان از بین میره دیگه. یعنی ما نمیگیم حتما بر میگرده به اون زمان پیغمبر، چون اقتضاعات او زمان غیر از اقتضاعات زمان ما بود، اما اون چیزی را که پیغمبر به عنوان یک سنت اصل و ارزش آوردن، یک حکم الهی، یک دستور الهی برای رفاه بشر، برای رسیدن به کمال و سعادت بشر در اختیار انسان ها قرار داده، در قرار داد و خدا در اختیار پیغمبر قرار داد، این امام زمان میه چی کار میکنه؟ زنده میکنه، احیا میکنه. به تعبیر دیگر اون غنچه های ناشکفتش رو باز میکنه برای بشر و خب اون لذتش خود بشر میبره. قطعیه، برای خدمت برای بشر است. یعنی دین حقیقتا برای خدمت رسانی به بشر است. اما این که بالاخره تا چه حدی در چه زمانی در چه عصری به چه صورتی به چه صورت ائمه بزرگان دین تانست این دین در استخدام بشر قرار بده به اون حالت واقعی که برای انسان و رفاه انسان نازل شده، حالا اون بحث دیگریه. بله. اما دین به طور طبیعی خودش به روال قانونی خودش یک چیزیه که برای رفاه بشر، خدمت رسانی به بشر، رساندن کمال برای بشر، برای همه دوران ها. بله. برای همه بر. پس بنابراین اصول دین هیچ وقت تغییر نمیکنه. زمان صحیح. آدم هم بوده تا زمان خاتم بوده قیامت هم لازم هست.
اما فروعاتش خب به حسب زمان، مکان، شرایط و برنامه‌هایی که لازم است قابل تغییره. پس مثلا این سوال کاملا اشتباهیه که ما بگیم و چیزایی که در زمان پیغمبر بود در زمان ما نیست. آیا دروغ گفتن در زمان ما خوبه؟ نه. غیبت کردن در زمان ما خوبه؟ به احترامی به پدر و مادر در زمان ما خوبه؟ هیچ زمان خوب نیست. خوب نیست بله. اما حالاتش بالاخره تغییر پیدا میکنه. بسیار. خب استاد میپردازیم چند دقیقه ای که مانده در خصوصیات زمان ظهور یا جنبندی مطلب اگر نکته بله هست. نکته که باید واقعا بهش یعنی به طور کاملا شفاف پردازیم اینه که حضرت وقتی ظهور میکنن غرضش رساندن عدالت است. غرضش پیاده کردن عدالت است و این حکومت حکومت عادلانه است. یعنی در او بالاخره انسان فقیر، انسان ضعیف، مستمند، اونهایی که واقعا توان نداره از نظر اخلاقی، از نظر اقتصادی، این حکومت اینها را میزنده نمیکنه. تفاوت بین تفاوت طبقاتی بین فقیر و ضعیف را از بین میبره. اونهایی که دسترسی به اخلاق اسلامی، اخلاق دینی، اخلاق والای شریعت نداشت، این احکام را برایش میرسانه، برنامه های اخلاقی را برایش میرسانه و در حقیقت اون جامعه طبقاتی کاملا چی میشه؟ منزوی میشه و از بین میره. لذا حضرت میفرماید فیوریکم کیف عدل سیره، سیره چطور تفاوت پیدا کرده، کتاب خدا، سنت خدا چطور از بین رفته. حضرت وقتی میایه این حالت رو دوباره برمیگردانم. الا و من ادرکها منا یسری بسراج منیر. حضرت میفرماید او کسی که میایه ظهور میکنه و اسمش ما گذاشتیم حضرت مهدی علیه عجل الله تعالی فرج الشریف، با اون چراغ روشن فتنه ها را از بین میبره و جامعه را با نور وجود خودش، با نور حکومت خودش چکار میکنه؟ روشن میکنه. یعنی اون تاریکی ها را که در اثر فساد، ظلم، جنگ، ناامنی ها، مهاجرت ها و امثال اینها با وجود آمده بود، در واقع موانعش را از بین میبره و شرایط یک زندگی عادلانه را برای انسان فراهم میکنه، میسر میکنه. پس انسان ها در یک رفاه نسبی و در زیر یک حکومت عادلانه در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بسر میبره. بعد روایت داره به اساس مشی صالحان حضرت حکومت میکنه. لیحل فیها ربقا، گره هایی را که بشر داره اینا را حضرت باز میکنه، حل میکنه، من باز میکنه. این خیلی زیبایی دیگه. بله بله. الان در حکومت ها، در جوامع گره های متفاوت اخلاقی وجود داره، گره های متفاوت اقتصادی وجود داره، زندگی ها به بنبست میرسه از بی اخلاقی ها، از بی بندوباری ها، از شهوات، هواهای نفسانی و امثال اینها. ولی وقتی حضرت مهدی ظهور میکنه این گره ها رو باز میکنه و یعت قرقا، این کلمه جالب است، میفرماید حضرت وقتی می در زمان خودش این خصوصیات زمان حضور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است که این بندگی ها رو از گردن انسان چی میکنه؟ باز میکنه. آزاد میکنه انسانه. ببینید انسان حالا بنده است، اما بنده بندگان نیست، بنده هواهای نفسانی بله. خودشیه. همونطور که حالا بنده هم هست دیگه در جوامع، مثلا فرض بفرمایید قضایی، ما میبینیم همین الان استثمار وجود داره و بنده ها در استخدام یک تعداد انسان های پولدار، حالا با کیفیت مختلف خودش دیگه. یکی از بندگی ها اینه، یکی از بندگی ها اینه که انسان اسیر هواهای نفسانیش باشه. بله. حکومت ها بر اساس اون هواهای انسانی و هواهایی که خودشان میخواین، شهوات و برنامه های غیر قانونی پیاده میشه. حضرت می این بند بندگی ها را از گردن انسان و جوامع انسانی باز میکنه. بسیار. در جای حضرت اشاره فرمودن که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. بله. چه بسیار عقل ها که در اسارت هوای نفس برآمده. استاد زمان بسیار کم داریم، کمتر از یک دقیقه زمان بله داریم. دو نکته را خدمتتون و بینندگان از بنون پایانی عرض میکنم که حضرت علی علیه السلام فرماید و یسدع شعبا
گمراهان را امام پراکنده مکنه. این خیلی نکته زیبایی همونی که و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این قسمت آیه مبارکه را حضرت علی با یک بیان بسیار زیبا بیان میکنه، میگه حکومت خدا در زمین فراهم میشه، گمراهان پراکنده میشه و یشعب و صدعا حق جویان را جمع میکنه و اینا محل میشن با هم بانه. اینا را در تحت پوشش های مختلف استخدام میکنه و در استخدام بشر قرار میده تا بشر بتونه به یک رفاه دنیوی برسه، همونطوری که زمینه های بالاخره دینی و معنوی هم فراهم از زندگی دنیا مزرعه میشه برای انشالله زندگی آخره. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم از بیانات ارزشمند شما و از همه شمایی که بزرگوارانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان برنامه به وقت بیداری بودین و خوش به حال او کسانی که به هر حال در زمره روایت نورانی قرار میگیرن که هر کسی یک درهم در راه امام زمانش خرج کند و مانند خرج کردن 2,000,000 درهم در کار خیر دیگر است. انشاءالله ما و شما توفیق داشته باشیم که در شب و روزها بیشتر بها بدیم و در مجالس و تکیه هایی که برگزار میشه یاد و نام حضرت انشاءالله بتانیم زیادتر بها بدیم بهش. عاقبت تک سوار می آید، شیر حیدر تبار می آید، پرچم یا حسین بر دوشش، در کفش ذوالفقار می آید. 313 نفر دارد، با همه اقتدار می آید. پس بخوانید در همه ساعات یک دعای فرج پس از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه شما بینندگان عزیز را و خداوند منان می سپاریم. خدایا را نگهدارتون. خداحافظ.